شبکه فرانس 24 در گزارشی شیعیان هزاره را از اهداف اصلی حملات تروریستی گروه های تون رو از جمله طالبان و داعش در دو کشور افغانستان و پاکستان اعلام کرد یک فعال خبری به نام شاهزی والا در این گزارش می گوید اکثر هزارها در افغانستان زندگی می کنند که حدود 20 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند در پاکستان نیز حدود 600 هزار نفر از این اقلیت زندگی می کنند که بیشتر آنها در کویت مرکز ولایت بلوچستان ساکن هستند که از پایگاه های اصلی طالبان و داعش به شمار می رود. به گفته وی هزارها دهها ده ها سال است که با تبعیض و خشونت روبرو هستند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در هر دو سوی مرز افغانستان و پاکستان هزاره ها که پیرو مذهب تشیع هستند از اصلی ترین اهداف دو گروه طالبان و داعش برای کشدار مطرح می باشن. در جنوب غرب پاکستان نیز هزاره ها در محلات خاص خود که بسیار شلوغ و بدون امکانات است زندگی می کنند. در بخش های زیادی از خاک افغانستان و پاکستان شیعیان هزاره هدف حملات تروریستی سنی های تندرو هستند مگر اینکه بتوانند از خودشان در برابر این حملات محافظت کنند. هزارها دولت‌های دو کشور پاکستان و افغانستان را به کمکاری و بیتوجهی نسبت به امنیت این قوم متهم می‌کنند. در همین راستا شبکه فرانس 24 در گزارشی اعلام کرد که شیعیان هزاره از اهداف اصلی حملات تروریستی گروه‌های تندرو از جمله طالبان و داعش در دو کشور افغانستان و پاکستان هستند. یک فعال خبری به نام شاه زیب والا در این گزارش میگوید اکثر هزارها در افغانستان زندگی می کنند که حدود 20 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. در پاکستان نیز حدود 600 هزار نفر از این اقلیت زندگی می کنند که بیشتر آنها در کویته مرکز ولایت بلوچستان ساکن هستند که از پایگاه های اصلی طالبان و داعش به شمار می روند. به گفته وی هزارها ده ها سال است که با تبعیض خشونت روبرو هستند این شبکه با پخش بخش هایی از تظاهرات هزاره های پاکستان در اعتراض به حمله اخیر داعش و شهادت جمعی از کارگران هزاره در کویت پاکستان اعلام کرد حمله تروریست های داعش در چهاردهم دی ماه امسال به یک معدن زغال سنگ در حومه کویت پاکستان جان یازده تن را گرفته است بزرگان این قوم از دفن اموات خودداری کرده و خواستار تضمین های امنیتی لازم از سوی دولت عمران خان شدند به ادعای این شبکه به این دلیل که هزارها امیدی به دولت ها برای حفاظت از جان و مال خود ندارند خود دست به سلاح برده و گروه های مسلح تشکیل دادند فرانس 24 در ادامه با اشاره به دوران سختی هزاره ها در حکومت سنی های تندروی طالبان طی سالهای 1996 تا 2001 می افزاید شیعیان هزاره به شدت نگران قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان هستند این گزارش هزاره ها را تحت ستمترین قوم در دو کشور افغانستان و پاکستان معرفی می کند